نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد به روز چهارشنبه گفت که تحقیقات کامل نشان می دهد که روسیه در سوی قصد و جان جاسوس سابق آن کشور در بریتانیا دست داشته است. جانتن آلن معاون نماینده بریتانیا در ملل متحد می گوید در چهارم مارچ سلاح بسیار وحشتناک استفاده آن در جنگ منع شده در یک شهر آرام در کشورم استفاده شد این عمل غیر مسئولانه توسط کسانی بود که حرمت حیات انسان را نادیده گرفتند یا اینکه آنها به تفاوت بودند که ما آنها را رادیابی می کنیم یا اشتباها فکر کردند که می توانند عملشان را پنهان کنند نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل از اتهامات برطانیه با لحن جدی حمایت کرد این یک لحظه سرنوشت ساز است. کشورهای عضو مکررن گفتند که مخالف استفاده از سلاح کیمیاوی تحت هر شرایطی هستند. اکنون یک عضو متهم به استفاده از سلاح کیمیاوی در اراضی مستقل یک کشور دیگر عضو است. اگر در مسئول قرار دادن روسیه ناکام شویم، اعتبار این نهاد حفظ نخواهد شد. اسکریپل جاسوس سابق روسیه و دخترش هر دو ساکن بریتانیا بودند و به روز سهشنبه بی گذشته بیهوش در یک فروشگاه واقع در شهر سالزبری یافت شدند پلیس بریتانیا روز بعد اعلان کرد که هر دو به صورت عمدی مسموم شده بودند متاقب اتهامات بریتانیا بر روسیه در طول هفته روز چهارشنبه صدر بریتانیا اعلان کرد که 23 دیپلمات روسی را از آن کشور اخراج می کند. به اساس معاهدات ویانا، بریتانیا اکنون 23 دیپلمات روسی را که من حیث افسران استخباراتی نامشخص تشخیص شدن از بریتانیا خارج می کند. آنها فقط یک هفته وقت دارند تا بریتانیا را ترک کنند. حکومت بریتانیا قبلا از مسکو خواسته بود تا در مورد نوع زهری که ساخت روسی است و از آن برای مسموم کردن سرگی اسکریپال 66 ساله و دخترش یولیا 33 سی سی ساله استفاده شد توضیحات بدهد ولی کرملن هر نوع دخالت در مسموم کردن سکریپال و دخترش را تکذیب کرد و بریتانیا را به شعوله ور ساختن نفرت در برابر روسیه و روسیه سیتیزی متهم کرده است و هشدار داد که این اتهامات با واکنش جدی روسیه پاسخ داده خواهد شد. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.